مجموعه ما سابقه حدود 28 سال بعد از ثبتش داره، چند سالی هم قبل از اون فعالیت داشتیم در زمینه تولید زعفران ارگانیک، بسته‌بندی، فرآوری، محصولات جانبی و به خصوص صادرات زعفران و به عنوان بزرگترین و فعالترین واحد زعفران در سراسر جهان شناخته میشیم. در سال گذشته حدود 420 هزار کیلوگرم زعفران از 130 هزار هکتار زعفرانکاری در کل کشور برداشت شده. گمانه زنی این هستش که امسال محصول احیانا کمتری داریم، شاید 30% 40% کاهش، شاید هم بیشتر یا کمتر. بایستی منتظر بمونیم تا چند هفته آینده فصل برداشت به پایان برسه، ولی تا اینجا قیمت گل نسبت به سال گذشته حدود 2.5 برابر شده و قیمت خود زعفران هم نزدیک به 2 برابر، حدود 85 تا 90% افزایش داشته. زعفران ارزشمندترین رستنی کائنات، ارزشمندترین حالا گیاه دارویی یا ادویه هستش. از ایران به حدود 60 کشور زعفران صادر میشه، ولی عمده اون به چند کشور مثل اسپانیا، امارات، هنگ کنگ یا چین هستش و غیر مستقیم به کشورهای مثل هندوستان. ارزش صادرات در سال گذشته نزدیک به 200 میلیون دلار بوده با حجم 325 هزار کیلوگرم که نسبت به سال گذشته افزایش حدود 15% تا 20% داشته. چون یکی از اشکالاتی که در زعفران وجود داره، خیلی ها فکر میکنن خیلی گران قیمته، ولی اگر این مقدار خیلی کمش در نوشابه یا در به هر حال دمنوش ها و چای های مختلف که اتفاقا فرهنگ مصرف خیلی بالایی در ترکیه داره استفاده بشه، مثلا یه چیزی حدود 1 در 10 هزار یا 2 در 10 هزار گرم، این میتونه در واقع باعث ارزش یابی و بالا رفتن والور اون غذا یا نوشیدنی یا دمنوش بشه. من فکر میکنم که یکی از راهبردهای مهم در ایران تولید زعفران به صورت ارگانیک باشه که ما در سال آینده مزارعی رو بتونیم به صورت مشارکتی با صاحبان زمین در مناطق روستایی داشته باشیم و خب مجموعه شرکت ما هم با پیاده سازی طرحی به عنوان توسعه ارزش‌های روستایی، خرید حمایتی و پیاده سازی فیر ترید یا تجارت منصفانه تلاش میکنه که بخش بزرگتری از تولید کنندگان رو تحت پوشش قرار بده و از این جهت ما عضو یک گروه صنعتی خیلی بزرگ شدیم. متاسفانه این مشکلات تاثیر مستقیم هم برای واحدهای کوچک و متوسط داره، چون به هر حال اینا توان اقتصادیشون پایین هست نسبت به واحدهای خیلی بزرگ، هم اینکه شرکت هایی که به خصوص به صورت تخصصی در حوزه صادرات فعال هستند آسیب بیشتری دیدن. ولی به نظر میرسه با روش هایی مثل تهاتر که ما بتونیم مثلا محصول زعفران و باهل یا قهوه به اصطلاح تهاتر بکنیم یا محصولات دیگه یا موبایل، با قوانینی که در دست اقدام هست این مشکلات کاهش پیدا بکنه. ولی اون چیزی که مهم هست خود زعفران به عنوان یک گیاه دارویی و اینکه توصیه شده در روز
50 تا 100 میلی گرم مصرف بشه و انشالله امیدوارم در ترکیه هم جز کشورهایی است که فرهنگ غذایشون به ما خیلی نزدیکه ولی زعفران کمتری مصرف میشه، از خواص دارویی متعدد این زعفران که به خصوص در میان سالی شروع مصرفش باعث میشه که در سنین بالا بیماری‌های مثل آلزایمر، پارکینسون و در واقع بیماری‌های دوران در واقع کهنسالی یا بزرگسالی کاهش پیدا کنه مصرفش بیشتر بشه.